یکی از کلمات متداول در عرف بسیاری از مردم کلمه طبیعت عرض کردم در عرف بسیاری از مردم برای اینکه زبون زده است برای اغلب طبقات، اغلب اصناف و اغلب جماعات و اغلب اشخاص. در اغلب موارد از اغلب جهان از کلماتی که خیلی مشکل و خیلی دیر میتوان فرصتی یافت برای اینکه ما در آن فرصت با این کلمه یا با مفهوم و مضمون این کلمه سر و کار نداشته باشیم. همیشه به کار می رود، در دین به کار می رود، در فلسفه به کار می رود، در علم به کار می رود، در اخلاق به کار می رود، در طب به کار می رود، در معاملات به کار می رود، در حقوق به کار می رود. و البته نباید انتظار داشته در همه این موارد به معنی واحدی، به معنی دقیقی، به معنی محدودی به کار برود، بلکه هر کسی از آن به اقتضای مقام معنی رو اراده می کند، که البته این معنی متفاوت خواهد بود با معانی دیگری که در اوقات دیگر از اون اراده بشه. به همین سبب اهل بها هم در آیات و الواح الهی با این کلمه روبرو می شوند. در ضمن بیان مرام و مقصد و مسلک خود، یا بهتر بگیم در ضمن بیان مجموعه عقاید دیانت خود و در ضمن تطبیق این عقاید بر اعمال و احوال بر افعال، با این کلمه یا با مفاد این کلمه مواجه می شوند و اغلب می پرسند که مقصود چیست. معمولا این قبیل سوالات که واقع می شود که مقصود از فلان کلمه چیست، موقعی است که ما در تعبیرش دچار اشکال بشویم. این تا وقتی که روان به کار می رود و مشکلی در مطلب ایجاد نمی کند به کار بردن اون، همچو سوالی معنا پیدا نمی کند که طبیعت چیست یا به چه معناست. اما گاهی که دچار اشکال می شویم، بحث پیش می آید، بحث برانگیخته می شود برای خود ما، در دل ما شاید مثلا تضادی حاصل بشود که بخواییم اون رو حل بکنیم، معانی پیش می آید که باید رفع بکنیم، سوال پیش میاد که ببینیم طبیعت چیست و به چه معنا به کار رفته است و چگونه باید اون رو به کار برد تا اشکالی که برای من حاصل کرده از رفع بشه. کلمه یونانی معادل اون کلمه فوزیس که در ترکیب کلماتی مثل فیزیک به معنی علم طبیعی، فیزیولوژی، فیزیوکرات ها همینطور به کار رفته. کلمه لاتن اون کلمه ایست که بعدا در زبان های اروپایی به صورت نتور، نیچر به کار رفته. با اون کلمه هم یا اون دو تا کلمه هم همینطور بحث‌انگیز بوده، یعنی به همین درجه شیوع استعمال رسیده است و همین اندازه اشکال همگاهی ایجاد کرده است و همین بحث ها رو به وجود آورده است. مثل کلمه طبیعت که در زبان عربی و در زبان فارسی مختبط از عربی به کار می رود. گاهی وقتی میگویند طبیعت
معنی فطرت به کار می‌برند و اون رو در مقابل امر کسبی عارضی مستفاد از خارج می‌گذارند. مثلا وقتی میگن به طب یعنی بالفطره، طبیعت یعنی اون که من بی اون که از خارج کسبش کنم خودم داشتم، بی اون که از خارج مستفاد بشود در خود من مستقر بوده، از خودم مایه گرفته، از خودم برخواسته. گاهی وقتی میگویم طبیعت، در مقابل صنعت به کار میبرند اون رو، و این درست در مقابل چیزیست که جهت مخالف معنایی بود که مقابل معنی قبلی بود. زیاد پیچیده نکنیم مطلب رو، توضیح بدیم تا معلوم بشه چی میخواییم بگیم. گفتیم طبیعت معنی اولش در مقابل اون چیز که از خارج میاد رو به انسان رو آور میشه. وقتی میگم این طبیعیه یا طبیعت من اقتضا کرده، یعنی از خارج استفاده نکردم، از خارج نگرفتم. اما معنی دوم وقتی میگم طبیعت در مقابل صنعته، وقتی میگم طبیعته یا طبیعیه، یعنی از داخل به خارج نفرستادم. ببینید صنعت اون چیزیست که از انسان سر بر میزند و به عالم خارج میرود، تغییریست که من در عالم خارج به وجود میآورم، بهرهیست که از خودم به خارج میدهم. این رو میگیم صنعت. بنابراین وقتی میگیم طبیعت در مقابل صنعت، یعنی بدون اینکه من این رو ساخته باشم، من این رو پدید آورده باشم، از انسان سر برزده و بیرون رفته باشد، مهر انسان باشد که بر روی عالم واقع خورده است، برعکس خود عالم واقع، خود چیزیست که وجود داشته است بدون اینکه از انسان سر برزده باشد. طبیعت در مقابل صنعت. مثلا فرض فرمی آواز خوشی که به طبیعه از گلوی یک بشر در میاد بیرون، یا از یه پرنده در میاد بیرون، یا از فرض فرمی که وزش نسیمی در لابلای شاخ و برگ‌های درخت آمد. اما یه وقتی هست که شما عمدن برای اینکه آواز خوش و نغمه متناسی پدید بیاوری، چوبی رو به طرز معین و ابعاد معین میسازی، پوستی بر روی اون میکشی، سیمی بر روی اون میگذاری، و بعد با علمی و با طریقی و با اسلوبی مزرابی بر روی سیم میزنید و صدایی در میاد. یعنی در واقع صنعت است نه طبیعت، یا صنعتی است که بر طبیعت مهر زده، بر طبیعت رقم زده و آوازی به وجود آورده است که این آواز نه مال سیم است، نه مال پوست است، نه مال چوب است، بلکه در درجه اول تعلق به اون ترکیب صناعی دارد که شما به حکم علم، به حکم فن پدید آورده، ایجاد کردید. حتی بالاتر از اون میرود و ارتباط پیدا میکند با ذوقی، ارتباط پیدا میکند با نشئه‌ای، با حالی که از انسان سر بر میزند که شاید هر ترکیب دقیق فنی موسیقی هم کافی برای اون نباشد. گفت که خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ آوای دوست است که نه از چوب است و نه از سیم است و نه از پوست، به هر صورت از انسان است. یعنی صنعت است در مقابل طبیعت. بس اون از انسان می که گاهی هم طبیعت در مقابل صنعت بکار می ره و بحث استتیک هم به وجود میاره. یا خود طبیعت زیباتر است یا صنعت زیباترش می کنند، جمال در طبیعت است یا در صنعت است.
بگذاریم. یه معنی دیگر هم که به طبیعت داده می شود، طبیعت قرار می گیرد در مقابل ما بعد طبیعت. ببینید، معنی اول طبیعت در مقابل کسب بود، به معنی دوم طبیعت در مقابل صنعت بود، به معنی سوم طبیعت در مقابل ما بعد طبیعت. در مقابل ما بعد طبیعت، فیزیک در مقابل متافیزیک، یا به اصطلاح شرقی قدیم ما، ناسوت در مقابل لاهوت. البته این معنی فلسفی، معنی عرفانی، معنی دینی، یه معنی متعالی است، هر صورت معنی استعلایی که شاید مبتلا به همه مردم نباشد، ولی به تدریج که مردم هرچی بیشتر با مفاهیم دینی و اخلاقی و عرفانی و فلسفی خو میگیرن و این مفاهیم در حیات عادیشون رخ نمی کنن، جلوه می کنن، این مفهوم هم براشون متداول می شود. امروز خیلی ها میگن امر طبیعی به این معنا که امر ماورای طبیعی نیست. حتی بچه هم گاهی میگن فلان کس ماورایی فکر میکنه. ماورا طبیعی رو تلخیص کردن، گفتن ماورایی فکر میکنه، یعنی فکر متافیزیک دارد. به مرور که مفاهیم فلسفی آمیخته میشود با مباحث اجتماعی و سیاسی و اخلاقی، سرایت میکند این اصطلاحات فنی و علمی به حیات عمومی، که به گاهی هم منحرف میشه. معنی حقیقیش کاری فعلا بهش نداریم. یعنی طبیعت وقتی گفته میشه در مقابل ما بعد طبیعت، به این ترتیب که انسان روبروس اولا با یک عالمی که پیداست، آشکاره، دیده میشه، ظاهر می شود، روح می گشاید در برابرش. که این اوصاف رو مجموعاً فرنگی ها می گویند فنومن. فنومن اون چه جلوه می کنه، اون چه پدید میاد، اون چه ظاهر می شه، اون چه روح می گشاید و از بتونیم بگیم پرده بیرون می آید، اون که خلاصه من در میابم، اون گرمایی که حس میکنم، این صوتی که میشنوم، این نوری که میبینم، و مجموعه همه اینها با هم دیگر به صورت یه شیعی در میاد، در نظر من جلوهی میکنه و من اون رو میبینم و باش مربوط میشدم، باش تماس پیدا میکنم، باش برخورد پیدا میکنم، خلاصه پدید میاد، پدید میاد و خودش رو من نشون میدم. فنومن ها خلاصه. بنابراین چون هر که پدید میاد، هر که رخ میگشاید، هر که دیده میشود، هر که جلوه میکند، ناگزیر قرار میگیرد در مقابل اون که ناپیدا مونده است یا ناپیدا باید بماند، اون که رخ نهان کرده است یا این رخ همیشه نهان کرده خواهد بود، بر تعبیری که میخواید بگی، چون این قرار میگیره در مقابل اون، بنابراین وقتی میگیم فنومن، ناگزیر در مقابل اون یه نومنی هم واقع میشود. چه کسانی این نومن رو بپذیرن، چه کسانی نپذیرن. به هر صورت وقتی گفته میشود فنومن، در مقابلش نومن، یعنی وقتی گفته می شود اون که پدید آمد، اون که رخ گشود، اون که جلوه کرد، یعنی بخشی از اون یا چیزی غیر از اون، نه بخشی از اون، چیزی غیر از اون که این از اون بخواسته بود نهان مام که به من نرسید. البته به تعبیرات مختلف در اینجا کسانی اصطلاح عرض و جوهر به کار بردن، کسانی اصطلاح فنومن و نومن به کار بردن، کسانی اصطلاح ناسوت و لاهوت به کار بردن، کسانی اصطلاح شهادت و غیب به کار بردن. شهادت یعنی اون که پیدا،
زمانی هم اصطلاح طبیعت و مابعد طبیعت گفت. البته گفتم کسانی این طور سانی اون طور کسانی اون طور گفتن و تصور نشود که همه اینها به یک معنیست. من اقرار میکنم که نوانس های دقیقی حتی گاهی آشکاری وجود دارد در بین این معانی. جداشون میکنم اصلا دیگه اون به طور کلی با یک نظر اجمالی توأم با مسامحه میتوانیم همه اینها رو جمع کنیم در یک چیزی هست که پیدا میاد پدیدار میشه و یک چیزی هست که اون پس میماند اون هان میماند در اون نهان میماند. برای اینکه خیلی مطلب به نظرمون عجیب جلوه نکنند یه مثال حسی میزنیم. شما یه گلی دستون میدن، در این گل شما یه رنگی رو میبینید، رنگ سرخ، یه لطافتی رو لمس میکنید، یه بویی رو به مشام میکشید، بوی خوش، لطافتش لمس می شود، رنگش دیده می شود، بوی خوشش به مشام دریافته می شود و سایر خصوصیاتش با سایر حواس یا با همین حواس به نحوی همه این های مجموعه پدید می آورد از اون چه من احساسش می کنم. اما نمی تونم ناگفته بگذارم که در این میان یه چیزی هست که یه شیء خاصی است که این حواس، این صفات، این عوارض، این اوصاف، اون که پدید میاد و به حس من میرسد تعلق به او داره، از او برخواست است، از او سر برزد است. اگر اینطور نگم باید بگم این شیء چیزی جز اون که به نظر من پدید میاد نیست. باید فنومنیست ها اینطور گفت. اما اگر نخوام اینطور بگم ناگزیر باید در ورای اون که به حس در میابم قائل به چیزی باشم که اینها از اون برخواسته، اگر که خود اون به حس من یا به یکی از حواس مختص به ادراک این فنومن ها در نیامده. باید هم که حتی در ضمن احساس ساده یک گل سرخ هم اون که پدید میاد با اون که پشت سر این پدید آمده ها نهان میماند ما باش برخورد میکنیم. البته اخیرم تعبیرات مختلفه ولی اصل مطلب اینه. تعبیرات مختلفه برن که میگن بعضی همونطور که عرض کردم چیزی جلوش پدید میاد نیست، بعضی ها میگن که خود همون شیء هم یه شیء بود و اینها از اون برخواسته بود، در ضمن همین پدید آمده ها احساس شد و نهان نماند، ولی معذالک البته خود اون شیء غیر از بوی آن شیء و رنگ آن شیء و لطافت آن شیء بود. بنابراین با همه این تعبیرات ما میبینیم که یه چیزی پدید میاد و یه چیزی هست که این از اون پدید میاد، یه چیزی هست که این از اون برمیخیزن، یه چیزی هست که این از اون سر برمیخیزن. طبیعت رو گاهی به همین معنا به کار بردن، یعنی به معنی مجموعه اموری که پدید میاد و به من میرسد و من اونها رو درک میکنم، من اونها رو به حس خودم در میابم و در میان اونها به سر میبرم، با اونها زندگی این جهانی میکنم. اگر بخواییم محدود تر بگیم و اگر بگیم هر چی سر برزده، از چی سر برزده، هر چی برخواسته، از چی برخواسته، هر چی پدید آمده چیزی اون رو پدید آورده، بنابراین در ورای اون چه بدین سان پدید آمده است و من رسیده است قائل به چیزی دیگری هم می شدم که این از اون سر برزده، این از اون برخواست، این از اون نشأت گرفته، چه اسم اون رو به تعبیری جوهر بگذارم، چه اسم اون رو به تعبیری ما بعد طبیعت بگذارم، چه اسم اون رو به ترتیبی لافوت بگذارم.
عارف باشم، حکیم باشم، عالم باشم، چه اسم اون رو به ترتیبی جوهر به معنی اخص یکی از جوهرهای مخصوص یعنی ماده بگذارم، یعنی شخص مادی مشرب منتها نه شخص فنومنی، بلکه شخصی که قائل به وجود حقیقی مستقل قائمی برای اشیاء خارجی باشه. پس به این ترتیب من با دو مرحله از عالم روبرو هستم، یکی مرحله ای که پدید میاد، یکی مرحله ای که این مرحله از اون پدید میاد. طبیعت به این معنا وقتی میگوییم اگر درست دقت فرمید عالم مکانه، یعنی ناگزیر یک همچو احوالی باید جایگزین بشود در مکانی، باید جا بگیرد در جایی، ناگزیر محتاج مکان. بو از مکانی میاد، رنگ در مکانی جلوه می کند، لطافت در مکانی احساس می شود. حالا چه این مکان رو، خود مکان رو بگیم فقط شرط ادراک اونه، چه بگیم تعقب خارجی داره، چون رفتی بحث من پیدا نمی کنه فعلا. اون چه مسلم است، طبیعت به این معنا مجموعه احوالی که در مکان واقع می شود، از طرف دیگر مجموعه احوالی که در زمان واقع می شود، ناگزیر در زمان واقع می شود، یعنی پیاپی واقع می شود، هم در مکان با هم واقع می شود، هم در زمان پیاپی واقع می شود، یکی پس از دیگری سر بر می زند و پدید می آید. و این یکی پس از دیگری پدید آمدن هم لازمه شه، نمی شود درش نباشه، در زمان پدید. یا بهتر بگیم عالم طبیعت عالم حرکته، عالم حرکت، برای اینکه هم مکان و هم زمان هر دو فرع حرکته و به تبع حرکت بسنه پیدا می کنه. حرکت در ظرف زمان واقع می شود و از مکانی به مکان دیگر صورت می گیرد. بنابراین اونجا که امر مکان دارد و زمان دارد، جاییست که شیء متحرک در آن قرار میگیره. اگر بنا باشه شما حرکت رو سلب کنید، از اشیا نه زمانی مفهوم داره و نه مکانی مفهوم داره. حرکت اگر سلب بشود زمان مفهوم پیدا نمی کنه، برنگ پیا پی آمدن خودش یعنی حرکت کرد، و اگر چیزها پیا پی نیان، به دنبال هم نیان، دیگه زمان معنی نداره. برای ملاحظه فرمید که عالم زمان عالم حرکت، مکان هم عالم حرکت، البته اشیا هستن اما اگر در حال سکون باشن همیشه، یا بهتر این در حال ثبات باشن، حرکت در شأن اونها اصلا نباشه، دیگه چیزی به نام مکان تصور نمی شود. چیزی به نام مکان وقتی تصور می شود که چیزی از اون خارج بشود یا در اون وارد بشود، یعنی ناگزیر حرکت بکن. پس ملاحظه می فرمید که به یک تعبیر می توانیم با یک کمی مصابهه بگیم که عالم طبیعت عالم حرکت، عالم تغییر، اونجا که طبیعت باشد اونجاییست که حرکت درش، اونجا که طبیعت باشد اونجاییست که تغییر درش، و اونجاییست که اموری تغییر پیدا میکنن، حرکت میکنن، و این تغییرات حرکات با هم روابطی پیدا میکنن، برخوردهایی پیدا میکنن، و از همینجا ادراک هم حاصل میشه، انسان اینها رو احساس میکنه، میبینه، میکشه، میشنوه، لمس میکنه، و شبکه‌ای از امور براش تشکیل میشه که در زمینه طبیعت. هر اون که متحرک، هر اون که متغیره در زمینه طبیعت. پس در واقع طبیعت به این معنا میتوانیم بگیم طبیعت مجموعی از حرکات و تغییراتی است که با هم و در هم و از هم صورت پذیر میشه، شبکه‌ای از به
دگرگونی هایی که حاصل میشه، تشکیل میشه، که اگر واقعا این دگرگونی ها رو بگیریم و وضعی رو تصور کنیم که در اون وضع همه چیز همیشه بر یک حال است، یه اصلا دیگه حال هم معنی پیدا نمی کنه، در یک همچه وضعی اون وقت طبیعتی در میان نیست و به این معنا طبیعت در مقابل ثباته. یعنی اگر طبیعت رو با عالم حرکت بگیریم، عالم مقابلش عالم ثبات خواهد بود. نه عالم سکون، برای این سکون و ثبات با هم یه فرق داره. سکون حتی نقص بده، اما ثبات کمال خوبه. فرق سکون و ثبات چیه؟ سکون عبارت از حرکت نکردن شیئی است که باید در حرکت باشه، یعنی چیزی که باید در حرکت باشه، شأنش این است که حرکت بکند. اگر از حرکت بازی استد میگیم سکون بهش دست داد، بنابراین خلاف طبیعتش واقع شده و بد است، نقص است، شر است. سکون مرگ است. اما ثبات چیزی است که حرکت در شأنش نیست اصلا، به این معنی که چیزیست که تغییر پذیری در شأن او نیست. تا اگر حرکت نکند نقص او باشد، خطای او یا خلاف او یا مرگ او باشد. به این ترتیب لازم فرمید که حرکت در مقابل ثبات می شود طبیعت و خود ثبات می شود ما بعد طبیعت. و می توانیم بگیم ناسوت یا عالم شهادت، ناتور یا فوزیس، همین عالمی است که حرکت در اون اصله و به همین سبب زمان و مکان هم در اون مفهوم و معنا داره. اینو میگیم عالم طبیعت. البته یک همچو امری اونجا که خود طبیعت هست و متن طبیعت هست و عین طبیعت هست، عین کلام باید هم باشه، نمیتونه نباشه. اگر نباشه بده. اونجا که عالم عالم حرکته، اگر حرکت متوقف بشود فسادی حاصل شده. اونجا که عالم عالم تغییره، اگر تغییر رخ ندهد نقص. همین سبب است که باید گفت در عالم خود طبیعت، طبیعت حسن، جمال، کمال، کمال نسبی متناسب با همون عالم. و اگر کسی خلاف طبیعت عمل بکند، چیزی در خلاف طبیعت باشد، در مسیر بد افتاد، در مسیر خطا و خلاف افتاد. طبیعت نه تنها بد نیست، بلکه نشانه سلامت، نشانه استقامت. شما در کلماتی که اطباء به کار می‌برند دقت بفرمایید، اینا سعیشون این است که طبیعت رو به حال خودش نگه دارن، یا اگر از حال خودش خارج شده است به حال خودش برگردانن. در واقع طب چیزی جزی نیست که استقامت طبیعت رو حفظ بکنه، طبیعت رو مستقیم بر یک حال نگه داره و همون حالی که باید باشه. اگر عارضه‌ای پیش میاد که اسم اون رو مرض میگذاره، در واقع نشان به این معناست که انحرافی در طبیعت دیده یا از طبیعت دیده و میخواد اون رو مرتفع بکنه، میخواد اون رو زاجل بکنه، برطرف بکنه. و چون اصل دیده، یعنی اونجا که عالم حرکت است باید حرکت در کار باشد، بهتر بگیم اونجا که عالم طبیعت است باید طبیعت مستقیم بماند در همون حال خودش، و اگر
غیر از این بود می شود غیر طبیعی، خلاف طبیعی و مذموم می شود. به همین جهت گاهی طبیعت رو به معنی متداول و رایج به کار می برند، به معنی اون چیزی به کار می برند که به قاعده و به هنجاره، یک معنی دیگر طبیعت. وقتی میگن طبیعیه یعنی مطابق با عرفه، مطابق با قرار قاعده، به هنجار است به اصطلاح متداول در علم امروز، به هنجاره، مطابق نرم ها. حالا چی این نرم ها؟ نرم های اجتماعی باشه، چی این نرم ها؟ نرم هایی باشد که به تقلید طبیعت خارجی ما اون رو قائل میشیم، یه حالت نرمال مطابق با نرم، یعنی مطابق با قاعده و قرار ما فرض میکنیم، قبول میکنیم در مزاج، در بدن و بعد از اون در اخلاق، در رفتار، در خلق و خو و بعد از اون در وضع جامعه قبول میکنیم. بعد وقتی خلاف اون بود میگیم انورمال و در همین جا میگیم در مقابل اون گاهی غیر طبیعی، خارج از طبیعت، غیر طبیعی، و سعی میکنیم امر غیر طبیعی رو کنار بزنیم، شیء رو از اون رها کنیم، نجات بدیم، خلاص کنیم و طبیعت رو بهش برگردانیم، طبیعیش بکنیم. خلاصه حتی گاهی به قدری افراط میشود و آشفتگی رو به این که به ترتیبی باشد که خلاف و عرف و جمعه نکنند. به این صورت برمید که افراد بشر وقتی خودشان بخواد این طور جمعه به هم در حکمه گله گوسفند می شوند که همه اجزایش در حکم واحده بگونه می کنه، امتیازی از مصطفی دیگری ظاهر می شوند و بهش خیلی آسان، خیلی راحت یکی رو جانشین دیگری بدونش تفاوت در احوال و عمل جمع شد که نگذره ما یکی رو بجایی داری بنشون رایم طبیعیت دارم. به این صورت هم در واقعی خرد در نرمال بودن اقراق میشه، مبارده میشه یا سمود تحبیل میشه که نرمال رو یا به تحبیلی موجود طبیعی رو همون میدانی که بیش تفاوت بارگی در اون جلده نکنه، او رو مشخص و متمایز نکنه، او رو بدجسته نکنه، او رو به چشم نرسونه نسبت به دیوان. و همین جا که کوچکترین امری نشانه یه امتیازی باشه، مثلا نشانه یه جلسه یه خاص مثلی باشه، در عرف بعضی از نمشنه مثلا که مرض یا اختلال یا آرزه یه روانی طبقی میشه. البته کفانی هم حالا تبیل میکنم تو استفاده میکنم هر کسی کنه کنه هر جانی پیدا می کنه هر کسی بهش دست می ده و خوری پیدا می کنه مثلا به قربت و خایی بزنی می کنه یا دستی بلند می کنه هر کسی می کنه به این هر جان رو به ترکیبی با یک خدایی با یک سرطان می کنه نالهی تاهی با خریادی با زندنهی می خواد برسونه بهش می خواد می گردی خونش چرا برای شرط عقل این است انسان طوری باشد که هیچ نشان ندهد که تفاوت دارد با جلوه خواهد بایم طبیعت طبیعی بودن به این شرط نکنش این هم واقع افراط در یک معنایی که اون معنا به همین افراط خراب میشه، همین افراط خراب میشه، به همین افراط منحرف میشه. برگردیم مطلب و عرض کنیم که که مرحله حرکت هست، مرحله زمان هست، مرحله مکان هست، اونجا شیء متحرک در زمان از مکان به مکان دیگری خواهد و تغییری مطابق اون که این طبیعت دست داره حاصل بشه و مرحله محسوس هست، مرحله ظاهرات مرحله اون چیز که تبیل میاد و صحب میبوشن و به چشم میرسن
نوبت خود نوبت خراب خوابت خدا خراب خدا من بگیا بخت و خراب و گناه درسته باید هم تو باید قبل ها باید بچه فرد و بدا بگوشم بلازم هست اگر نباشه باید اگر نباشه Yeah.
من باید بکشم چرا ها را هم بکنم من دیان پایین کنم نه از آدار ایمان بودنش که حفظ و حرکتش باشم نه از آدار مداد بودنش تمسخ و تمسی و دشمن و موقش باشم نه از نظر زمان بودنش I'm not
چون زمین رو نتولنی هست مجرم میخواب یعنی طبیعتم نیست نه دل به منده نه قمرش به من خودش به جنبه اخلاقی یا حتی ارخانی هم میتواند پیدا بکنی بس به فکر مرده نمیده اینها نمیده اصلا در موقعی اشار نکنید به اینکه چرا آخریشون درست باید اشاره کنید بس ممکنه Thank you.
این پرید آورد در اون دنیا مردم خودشان خاموش کنید. بعد هم بعد اونها خواست که محال ترس بکنن، تبلیغ بکنن، شهید بشنن که همون را امور اخلاق نمیدن. پس این تری طبیعت گاهی هست که با ارزشهای بالای انسانی متعاقی شود برافان. این حق سلامت به شما درست میخواهد که این کار به ادارتون هم ندارم. مادیتون هم انسانی که در بین مادیتون هم قائل به ارزش های انسانی و تفاوت این ارزش ها با خلقهای طبیعی حیوانی هستند، اونها هم در این منطق به شما انسانی هست و ادعا بکنید. اون شخص ماتریالیست هم برای مرامش خشته میشود، خلاف طبیعت عمل میکند، به این طبیعت فقط برای این بخواه از خودش کشم باشم. حالا آیا این همیشه فکری وقتی شما خودی این فکر نابی و فکر الهی به که معنی دیده از این بحث شما روی بحث؟ اما به هر صورت انسانی که قائل به ارزش‌های بالایی برای انسان باشد و مراعات اونها را لازمه انسان برای خودش بداند، نمی تواند بتواند رها کند خودش را به اسیر طبیعت برد. اسیر طبیعت به معنی اون که از تن برمیگیرد و خواهش تن و خواهش تن فرد است، خواهش تن شخص است، حتی در زمان معین برخواهد باشد. نمی تواند ببینید یه شخص خودخواهی را خواهی است، اما اگر بشر خودخواهی باشه، انسان خودخواهی باشه، حتی در این مقام کار میگیرید این شخص باید را آن بکنند اون چه طبیعتش میخواد خوبی با تبدیل به خلاوتن زندگی خودش از ملاقت فرمان باید بخواهد من آن حاضر میخواهد منو خواست اون در آن حاضر در خمیده بخواهی دیگر را گرفتارم خلاوتی بکنم که طبیعتش را خوب بخواهد بیدم حتی اگر خود خواهم باشد
زد آمد. آبایش همه این برود تا دوباره همون پر و بلی رو بیدن دور رو پرواز میدام در اوج آسمان، در اوج هوا. اما همینطور یعنی تا ما با این جهان برد باشیم، تا در عالم حرکت و تحقیق باید قرار بگیریم، البته افزار زهر باید هم افزار زهر باید هم تست باید تقویم. اما در مورد این مورد تر بگوشم، در مورد این ارزش های بشری رو بهش توجه بکنیم، نباید بگیریم طبیعت دامن ما رو بگیره باید تردارم طبیعت باید همین بکنم طبیعت ما رو برشکسته بکنم برابد چون تا این کاره می کنم. البته خود طبیعت رو باید بکنم به کار برد که به جایی بار گرفتار بکنه خودش ما رو موج بده خیلی سریع و مثال این که ایشون رو سن کرد. شما به حد طبیعت باید روی ما نگاه برن، اما به حد علم در هوا می پرید علم بار گرفتار کرده طبیعت من خود کرده مخور کرده نه طبیعت رو شناخته و چون شناخته در مسیری به خدمت گرفتار رو برواز داره. به همین جهت انسان طبیعت را بشناسد و در مسیری باید به کار بگیرد که همون امر طبیعی او رو پرواز همون امر طبیعی او رو به اوج برساند بلوغ بدهد. منتها کسانی ممکن است خودشان نخواهند یعنی اینقدر شیفته طبیعت باشند که دلشان بخواد طبیعت را برشان بگیره و نگهشان داره. اینها پنهانند، اینها بدند نجاب که شعرشان را در وقت شعرشان صوت میزند که تو چون سرای طبیعت بیرون کجا به تنگی حقیقت گذر تباهی به طبیعت مخالف حقیقت میشون. اینجا برادم صاحبه ها در دعایی میفرمایم تاظر میفرمایم که خدایا ما را از عالم طبیعت نجات بخش، از عالم طبیعت رهایی بخش. وقتی مولا میفرماید ما را از عالم طبیعت رهایی بخش، یک وقت منظور